شویم پای به روزی که مسلح شویم به روزی که مسلح شویم که مسلح شویم که مسلح شویم

درود بر میهندوستان و بینندگان محترم آوای ایران به این بسته خبری خوش آمدید امشب با موضوعات داغ و مهمی در خدمت شما هستیم روحانی دست بردار علی خامنه ای نیست اعلام رسمی جنگ قدرت در نظام اعتراف هولناک عضو مجمع تشخیص 20 میلیون ایرانی از امکانات اولیه ی زندگی محرومند

روحانی دست بردار علی خامنه ای نیست اعلام رسمی جنگ قدرت در نظام حسن روحانی که به تازگی هواشی بسیاری برای نظام مله داشته است رسما شمشیر را برای جناه مخالف خود از رو بسته و در ویدیویی جدید به شدت از ساختار فعلی قدرت انتقاد می کند. حسن روحانی در دیدار با وزرای دولت یازدهم و دوازدهم گفت ان الله برای صدا و سیما و ائمه جمعه و نیروهای مسلح فرق نمی کند که چه دولت یا مجلسی سر کار باشد درسته میگن الان دولت یک دست شده یا حاکمیت یک دست شده حالا اولا این چقدر میتونه مفید باشه چقدر میتونه موثر باشه حالا کاری بهش ندارم سه قوه هم حالا اگه معنی یک دست شدن یک دست شدن از سه قوه باشه که بده البته باید دو قوه رو اقل ما بگیم چون قوه قضاییه باید قوه بیطرف باشه همیشه قوه قضاییه باید در تمام دولت ها راست چپ هر که معتدل قوه قضاییه همیشه قوه قضاییه ای هست که میزانه اون مسیر عدل و حق رو میگیره حالا اون که اصلا معنی نداره که بگیم سه قوه یکی شدن ولی دو قوه رو میشه گفت یعنی مجلس و دولت رو میشه گفت اینا اکثریت مجلس اکثریت و دولت از یه جناب باشن حالا این که مفید یا مفید نیست کاری ندارم حالا الان یک دست شدن که به معنی صدا و سیما اینا که نیست صدا و ملیست و مال و حرف حق میزنه فرق میکنه این دولت و اون دولت امام جمعه که فرق میکنه انشالله این دولت و اون دولت نداره اینا که فرق میکنه حالا اونی که میگن یه دست شده لابد مقصودشون مجلس و دولت انشالله اگر مجلس و دولت یه دست شدن واقعا مشکل حل میشه یا ما باید ملت و حاکمیت یه دست بکنیم اونی که مهمه اینه حاکمیت و ملت اگر یه دست شدن این میشه راه چاره دو دولت قوی نمیتونه کاری بکنه جامعه قوی میتونه مشکلات رو حل بکنه راهش اینه این سخنان و کنایه تند او به شخص علی خامنه ای نشان دهنده اوضاع بحرانی در ساختار قدرت نظام می باشد. او تلویحا به این نکته اشاره می کند که رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه عملا اختیاری از خود ندارند و همگی در اختیار کامل شخص اول نظام عمل می کنند. پیشتر نیز سخنان روحانی در باب برگزاری رفراندوم واکنش مستقیم علی خامنه ای را در پی داشت. حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش می آمد رفراندوم می کردید حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت کجا دنیا این کارو میکنه مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن این چه حرفیه چرا میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد حرف میشه زد از همه طرف اصلا یک کشور رو برای یه مسئله شش ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه تو همه مسائل رفراندوم بکنید همچنین روز گذشته خبر شکایت حسن روحانی از شخص رحیمپور از قدی سر و صدای زیادی در اصحاب رسانه داشت. پرونده شکایت حسن روحانی از رحیمپور از قدی به دلیل روحانی بودن وی به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. 19 اردیبهشت ماه حسن روحانی در نامه به قوه قضایی خواستار پیگیری حقوقی و رسیدگی قضایی نسبت به اتهامات مطرح شده از سوی حسن رحیمپور از قدی علیه وی و همکارانش شد. رحیمپور از قدی به تازگی در یک سخنرانی درباره علیرضا اکبری که به گفته ای او جاسوس انگلیس بود گفت وی در ستاد انتخاباتی حسن روحانی بوده است و بر این اساس تلویحا به جاسوس بودن حسن روحانی اشاره کرده است یعنی اینجوری او دشمن میاد از اندرونی ترین مرکز شما آدم میگیره دو میلیون یورو دادن و دوست البته به همه نمیدن آیا وقت به یه هوا نباشید. دو میلیون یورو به همه نمیدن یک ویلا تو لندن یکی تو اسپانیا تو اتریش تابعیت انگلیس آمریکا فلان نمازشم مخونده تا آخر اونجا خودش گفت اونجا میرفتم سجاده اونا برام گذاشته بودن کنار که یه وقت نمازم نجاست تارت نجاست و اینا مشکل تا کجا آدم احمق میشه یعنی خدا وقتی راه میکنه آدم رو تو خریت مرز نمیشنسه تارت نجاست رایت میکنه جاسوسی میکنه اما این پایان ماجرا نبود و چند روز پس از اظهارات حسن رحیم پور از قدی از نظریه پردازان اصولگرای جمهوری اسلامی درباره جاسوس بودن حسن روحانی و اطرافیانش حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواستار محاکمی روحانی شد و گفت که محاکمه رئیس جمهوری سابق ایران دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد آیه روحانی ببینید امروز ما توی این جمهوری اسلامی بنده تجربه توی این 43 سال که حدود 34 سال که اصلا امنیتی دیروز در سوت و در روزهای اخیر حملات رسانه های حکومتی به محمد خاتمی و علی لاریجانی نیز افزایش یافته است. روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شود، در یادداشتی بدون امضا به اظهارات اخیر محمد خاتمی مبنی بر منحرف شدن انقلاب واکنش نشان داد و نوشت انقلاب منحرف نشده مدعیان اصلاحات هستند که پادوی آمریکا و سرمایه اسرائیل شدند این حملات و جناهبندی های حکومتی همگی حاوی یک پیام مهم از درون نظام است و آن هم این است که جنگ قدرت درون نظام بالا گرفته و در ماهای آینده شاهد شدت گرفتن این درگیری ها خواهیم بود. اعتراف هولناک عضو مجمع تشخیص 20 میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محرومند. ظهر امروز در اعترافی تکان دهنده عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام آخوندی گفت بر اساس برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر 19 میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محروم هستند علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام با بیان اینکه 2020 محله و 19 میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا 12 سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند، ابراز داشت در این شرایط چطور میتوان گفت مسلمانانی وجود دارند که شهرسازی اسلامی را در دستور کار دارند یک پژوهشگر اقتصاد با اعلام آماری تکان دهنده از گسترش فقر در ایران گفته که بیش از 80 درصد جامعه روستایی و 45 درصد جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان فقیر هستند او همچنین افسوده که بیشتر از 50 درصد جمعیت چابهار، 40 درصد جمعیت بندرعباس و سی تا 35 درصد جمعیت مشهد هاشی نشین هستند. افسایش رکود تورمی، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوار از جمله عواملی است که به تشدید فقر در ایران انجامیده است. در سالهای گذشته سرعت گسترش فقر در ایران شدت گرفته و آمارهای تکان دهنده درباره فقر در ایران منتشر شده است. حجت میرزایی پژوهشگر اقتصاد امروز چهارشنبه 27 مردی به 1402 با اشاره به گسترش فقر و نابرابری در ایران گفته که با این وضعیت شاهد تولید گزارش های پنهانی با مهر محرمانه و غیر قابل استناد و غیر قابل انتشار هستیم. او تاکید کرده که بر اساس گزارشی که برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تهیه شده، شکاف‌های منطقه‌ای به طور نگران کننده‌ای در شاخص‌های اجتماعی، انسانی و اقتصادی افزایش داشته است. به گفته حجت میرزایی فاصله توسعه سیستان و بلوچستان با تهران شبیه قنا در مقایسه با کره جنوبی است و درآمد سرانه تهران به پنج برابر درآمد سرانه سیستان و بلوچستان رسیده و این نسبت برای سایر استانهای حاشیه کشور هم بین سه تا چهار برابر است. این پژوهشگر اقتصاد با ارائه آمارهایی درباره فقر در کشور گفته که 85 درصد جمعیت کشور در استانهایی زندگی می کنند که درآمد سرانهشان 50 درصد کمتر از تهران است و حدود 40 درصد جمعیت کشور ساکن استانهایی هستند که نرخ بیکاری بلند مدت و پایدار بیشتر از 15 درصد در دست کم یک دهه داشتند. این وضعیت در استانهایی مانند کرمانشاه، لورستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان به بیش از دو دهه می رسد و نرخ بیکاری در این استانها به حدود دو برابر میانگین کشوری می رسد. به گفته که این پژوهشگر اقتصاد وضعیت فقر در استان سیستان و بلوچستان و شرایط در کشور را دارد. به طوری که نرخ فقر در استانهای حاشیه‌ای به شرایط نگران کننده رسیده است و در سیستان و بلوچستان نرخ فقر در جامعه شهری 45 درصد و در جامعه روستایی بیش از 80 درصد جمعیت است. میرزایی تاکید کرده که زمانی که یارانی معیشتی توضیع می شد تقریبا تمام استان سیستان و بلوچستان به جز گروه بسیار اندکی مستحق دریافتی یارانه شناخته شدند. وضعیت دیگر شاخصهای اقتصادی مرتبط با فقر و فلاکت نیز شرایط قابل توجهی دارند. برای نمونه شاخص امید به زندگی مردان در سیستان و بلوچستان بین 8 تا 10 سال و بین زنان حدود 6 سال کمتر از میانگین کشوری است. همچنین شکاف شاخص توسعه انسانی بین تهران و سایر استانها روند فزاینده داشته و حاکی از شکاف عمیق بین هرمزگان، سیستان و بلوچستان و اردبیل با تهران است. از سوی دیگر نابرابری در سطح استانها هم افزایش داشته و بیشتر از 50 درصد جمعیت چابهار، 40 درصد جمعیت بندرعباس و 30 تا 35 درصد جمعیت مشهد حاشیه نشین هستند. حجت میرزایی از وجود فقر خشن خبر داده و گفته که در زمینی دسترسی به مسکن، تقضیه مناسب و آموزش شاهد فقر خشن هستیم و بنابر گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی طول انتظار خانه شدن دهک اول درآمدی به 248 سال رسیده است. و در زمینه دسترسی به منابع طبیعی شاهد مهاجرت افراد از استانهای پیش از این برخورداری مانند فارس و اصفهان به مناطق شمالی کشور هستیم. این پژوهشگر اقتصادی همچنین توضیح داده که نرخ بهرهوری به پایین ترین سطح 14 سال گذشته رسیده و به همراه نرخ بالای بیکاری به فقر خشن دامن زده است. به جز این بر اساس گزارشی که در سال 1400 برای وزارت کار تهیه شده است میزان فعالیت غیررسمی افراد به چهل درصد رسیده و در برخی استانها تا 60 درصد هم میرسد فعالیت های انسان ستیز مانند کولبری، شوتی، زبالگردی و و و از جمله این فعالیت های غیررسمی است بر اساس توضیحات این پژوهشگر در حال حاضر دغدغه اصلی دولت از تأمین زیرساخت‌های اقتصادی به تأمین کالاهای اساسی نان، آب و گاز و غیره تقلیل یافته و استانهای کشور گورستان پروژه های برزمین مانده عمرانی شدند. حجت میرزایی تاکید می کند که در چند دهه گذشته شمار نمایندگان استانهای محروم مانند کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در جمع تصمیمگیران کلیدی کشور به ده نفر میرسد و در مقابل نمایندگان فرصت طلب استانهای توسعه یافته در جمع مدیران کلیدی تلاش کرده اند جریان منابع را هرچه بیشتر و بیشتر به سمت استانهای برخوردارتر منحرف کنند. هرچند جمهوری اسلامی میکوشد آمارهای مرتبط با فقر را سانسور یا به صورت عمومی منتشر نکند اما گسترش فقر در کشور آنقدر بارز است که دیگر قابل فرافکنی و انکار نیست بسیاری از رسانه های حکومتی نیز نسبت به فقر و عوارض آن هشدار میدهند روزنامه سازندگی در گزارشی نوشته که در سالهای اخیر شاهد افزایش حاشیه‌نشینی هستیم به شکلی که با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست هاشی نشینان پیش از انقلاب کمتر از پنج درصد جمعیت شهرنشین بودند اما الان بالای 25 درصد هستند جایی که چگالی فقر بالا برود تله فقر ایجاد می شود و افرادی که به دام آن می افتند، دیگر نمی توانند از آن بیرون بیایند بیکاری فزاینده تورم و فشار اقتصادی هم مزید بر علت می شود روزنامه هم میهن هم در گزارشی نوشته که رکن اصلی قدرت یک حکومت تعلق خاطر مردم و شهروندان آن جامعه به میهن مردم و حکومت خود است و این حاصل نمی شود جز از طریق رفع تبعیض، فساد، فقر و نیز لمس کردن آزادی و باز بودن راه برای پیشرفت. امروز فقر بیش از هر چیز دیگری شیره این جامعه را می کشد و آن را به مرز اوسیان می رساند. فقر را جدی بگیرید جدی تر از هر چیز دیگری روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز شنبه 23 اردی بهشت با انتقاد از سیاست های اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی که منجر به فقر مردم شده تصریح کرده است نان مردم را تأمین و تضمین کنید بسیاری از نابسامانی های اخلاقی و رفتاری اصلاح می شوند. نان با ایمان رابطه تنگاتنگ دارد این روزنامه نوشته که دولت سال گذشته گفته بود فقط مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن گران می شود. کاش آن روز صدای خبرگان اقتصادی شنیده می شد. نشد آن روز اما کاش امروز تدبیری کنند تا شاید این تورم را که افسار پاره کرده است بشود دوباره مهار زد. روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به مسئولان هشدار داده است باور کنند حضرات که حال جامعه ناخوش است از ناخوش احوال هم نمی توان امید کارهای بزرگ داشت. معیشت مردم را تأمین کنید، معاد خودشان را تضمین خواهند کرد. همراهان گرامی به پایان این برنامه شبانگاهی از آوای ایران رسیدیم. فراموش نکنید با درمیان گذاشتن دیدگاه خودتون با ما یاری رسان تیم خبری آوای ایران باشید. پاینده ایران